بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل در رابطه با شیخیه مطالبی گفته شد و شخصیت شیخ احمد احسایی دوران تحصیلش و مطالبی در این باره به استحضار شما رسید. شیخ احمد احسایی بعد از اینکه وارد تهران شد و ارتباطاتش رو با دولت ایران مستحکم کرد، تقریبا به عنوان یک روحانی که در خدمت دربار باشه و همسو با اهداف حکومت قاجار باشه مشغول به فعالیت شد. شیخ دیدگاه‌ها و ایده‌های منحصر به فردی هم داشت که این ایده‌ها و دیدگاه‌ها با برخوردهای متفاوتی از سوی سایر عالمان دین روبرو شد. یکی از دیدگاه‌هایی که شیخ احمد احسایی داشت، نگاه ایشون به مسئله معاد بود. شیخ معاد جسمانی رو برابر اونچه که سایر عالمان شیعی اثناعشری میپذیرفتند و بیان میکردند قبول نداشت. عالمان شیعه معتقدند که بعد از مرگ انسان وارد عالم برزخ میشه و تا روز قیامت در عالم برزخ با بدن مثالی طی مسیر خواهد کرد. اما هنگامی که در سور اسرافیل دمیده شد و رستخیز عظیم آخرت ایجاد شد و مردم برای پاسخگویی به اعمالشون در صحرای محشر گرد هم جمع میشند، اون روز با همین بدن عنصری دنیایی محشور خواهند شد. یعنی کاملا با جسمی که امروز در حیات دنیایی خودشون دارند محشور خواهند شد. اما شیخ احمد احسایی این دیدگاه رو نمیپذیرفت. ایشون معتقد بود که مرگ وقتی که حادث میشه و جسم در قبر قرار میگیره، عناصر دنیایی به دنیا باز میگردند، عناصر خاکی به خاک، عناصر هوایی به هوا، عناصر آبی به آب، که هر کدوم از عناصر مختلف بدن به جایگاه خودش باز میگرده. تنها یک جوهره درونی که از عالم حورقلیاست و جسمی است که اگرچه به عنوان یک جسم شناخته میشه، اما فارغ از عناصر مادی است و در واقع جسمی است از عالم تشعشع و بخار، چرا که معنی هورقلیا یا هورقلیا یا هبرگنیوم یا هراکیلا یا هر واژه دیگری که به عنوان ریشه این کلمه گفته شده باشد، این کلمه به معنی تشعشع و بخار هست. البته این کلمه ابتکار شیخ احمد احسایی نیست. در نوشتجات برخی دیگر از عالمان گذشته و عرفا و متصوفه هم دیده شده. شیخ احمد احسایی به واسطه دیدگاهی که در باب معاد جسمانی داشت، از سوی علامه محمد تقی برقانی رحمت الله علیه ملقب به شهید ثالث مورد تکفیر قرار گرفت. وقتی که ایشون وارد قزوین شد و در قزوین از طرف مرحوم برقانی مورد سوال قرار گرفت که دیدگاه شما در باب معاد جسمانی چگونه است و ایشون دیدگاه خودش رو بیان کرد، مرحوم برقانی این دیدگاه رو موجب کفر و گوینده او رو کافر دانست. پس بنابراین شیخ احمد احسایی رو تکفیر کرد و به عنوان یک کافر به جامعه معرفی کرد. این اتفاق نقطه عطفی بود در زندگی شیخ احمد احسایی. اون همه اقبال و اون همه توجه از سوی قاطبه مردم به شیخ احمد احسایی به طرز قابل احساسی حذف شد و جماعت بسیاری از مردم دیگه اون نظر مساعد رو نسبت به شیخ نداشتند و ورود شیخ به شهرهای مختلف دیگه اون استقبال چشمگیر رو در پی نداشت. شیخ احمد احسایی متوجه این مسئله شد و تلاش کرد که دیدگاه خودش رو تصحیح بکنه و تلاش کرد که بکوشه به نظرات عالمان شیعه خودش رو نزدیک بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و شیخ احمد احسایی به عنوان یک
عالم دینی منحرف و تکفیر شده به جامعه معرفی شد. البته این به این معنی هم نیست که شیخ عمده طرفداران خودش و یاران خودش رو از دست بده. نه خیر، شیخ همچنان در جایگاه عالمان دینی و در جایگاه روحانیت خودش مریدان و طرفدارانی رو هنوز داشت، چرا که حکومت تا آخرین روز اقامت شیخ احمد احسایی در خاک ایران از هر گونه کمک و مساعدت و یاری و تکریم شیخ کوتاهی نکرد، خصوصا زمانی که شیخ احمد احسایی در کرمانشاه در سالهای آخر اقامتش در ایران در کرمانشاه حضور داشت و در کنار شاهزاده دولت شاه که پس از عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی شاه عالی ترین فرزند فتحعلی شاه به شمار می رفت و مورد علاقه و احترام سایر شاهزادگان هم بود، شیخ احمد احسایی در کنار این شاهزاده آرامش نسبی رو داشت و حتی سالیانه 700 تومان مقرری رو هم دریافت میکرد که با توجه به اون زمان رقم بسیار قابل توجهی است. دیدگاه دیگر شیخ احمد احسایی نظریه ایشون در رابطه با نقش ائمه طاهرین در خلقت. شیخ احمد احسایی معتقد است که ائمه طاهرین علل اربعه خلقتند. حتی ایشون برای ائمه طاهرین نقش خالقیت قائله و برای اونها در خلقت نقش فاعلی رو بیان میکنه که این نظریه مورد تردید و انکار بسیاری از عالمان قرار گرفت. دیدگاه دیگر شیخ در نقطه نظرات شیخ که متفاوت با نظر عالمان دیگر شیعی است، دیدگاه ایشون در رابطه با حیات و عنصری امام زمان علیه السلام است. شیخ احمد احسایی در رساله توبلیه دیدگاهی رو نسبت به امام زمان علیه السلام ارائه میکنه که در واقع این نظریه هم نظریه نادرستی است. ما شیعیان معتقد هستیم که حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در بین ما مانند یکی از ما زندگی میکنه، جسمش همین جسم عنصری و مادی است و حیات و زندگی این بزرگوار مانند حیات و زندگی تمام انسان‌های روی زمینه و تفاوت دیگری نداره. اما شیخ احمد احسایی در مورد حضرت ولی عصر این گونه ابراز نظر می‌کند که آن حضرت در عالم حور و قلیاب سر می‌برد و هرگاه بخواهد به یکی از اقالیم سبع تشریف بیاورد لباس یکی از اهل عالم را می‌پوشد، که در واقع دیدگاه شیخ احمد احسایی درباره امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یک دیدگاه کاملا انحصاری است که هیچ کدام از آحاد علمای شیعه چنین نظریه‌ای نداشتند و مضاف به این موضوع که این دیدگاه شیخ احمد احسایی در واقع امام زمان علیه السلام رو از زمره احیا به زمره اموات میکشه و علیاذ بالله امام زمان علیه السلام در قید حیات تشریف ندارن با این دیدگاهی که شیخ ارائه میکنه، که این نظریه هم مورد انکار قرار میگیره. دیدگاه دیگری شیخ داره تحت عنوان قریه ظاهره. شیخ احمد احسایی معتقد است که در میان شیعیان همواره شیعیان کاملی وجود دارند که این شیعیان کامل حلقه ارتباطی میان بقیه شیعیان و شخص امام علیه السلام هستند. میگه برای هر امام یک نایبی، یک بابی، یک واسطه‌ای باید وجود داشته باشه و شخص امام زمان علیه السلام هم مانند سایر ائمه واسطه هایی در میان خلق داره. خب شیخ احمد احسایی این دیدگاه رو مطرح میکنه و دیدگاه نیز البته خیلی مورد انکار عالمان دین قرار نمیگیره، که ما حالا در مزان بحث نیستیم و بنای جرح و تعدیل این نظریه از شیخ رو نداریم، اما آنچه که هست این نظریه علارغم اینی که مخالفین چندانی هم نداره و با اندکی تفاوت دیدگاه این نظریه مورد پذیرش هم البته هست، اما این نظریه مبنایی میشه تا شاگرد شیخ احمد احسایی به نام سید کاظم رشتی بیاد اون رو تا
توسعه بده و تغییر بده و دیدگاه دیگری تحت عنوان رکن رابع رو از اون به نمایش بگذاره. سید کاظم رشتی شاگرد شیخ احمد احسایی که در سن 16 سالگی در شهر یزد به شیخ پیوسته بود و با شیخ احمد احسایی ارتباط برقرار کرده بود، همچنان از یاران و نزدیکان شیخ به شمار می رفت و عمده دیدگاه ها و نظرات شیخ رو آگاه بود و می دانست و شیخ نیز به نظرات و دیدگاه های او علاقمند. فلذا وقتی که شیخ احمد احسایی از دنیا رفت، به عنوان جانشین و خلف شیخ احمد احسایی مشغول فعالیت و رهبری جامعه شیخی مذهبان اون روزگار رو به عهده گرفت. سید کاظم رشتی آمد این دیدگاه شیخ احمد احسایی رو به این نحو تغییر داد که در واقع یک کسان مشخصی به عنوان جانشینان امام زمان علیه السلام هستند، که البته جرأت این رو نداشت که خودش رو رسما به عنوان اون شخص به جامعه معرفی بکنه و بگه من نایب امام زمانم، اما در زبان تلویح و با اشارات و همز و لمز تلاش میکرد که این جایگاه رو برای خودش به جامعه نشون بده. البته قبل از اینکه سید کاظم رشتی بتواند دیدگاه خودش رو به طور کامل در مورد خودش بیان بکنه و شخص خودش رو به صورت واضح به عنوان نایب امام زمان علیه السلام به جامعه معرفی بکنه، دستش از دنیا کوتاه شد و فرصت برای علی محمد شیرازی در واقع پیدا شد که بیاد با دیدگاه خاصی که ارائه میده در باب رکن رابع و نایب امام زمان علیه السلام تلاش کنه و کوشش بکنه تا جایگاه رو برای خودش به تصویر بکشه و خودش رو به عنوان باب امام زمان به خورد طرفدارانش بده. شیخ احمد احسایی پس از اینکه وارد کرمانشاه، مدت مدیدی رو در شهر کرمانشاه ساکن شد و در اونجا مجلس درس و حلقه درسی گسترد، تا اونجا که بسیاری از رهبران شیخی از جمله میرزا محمد مامقانی، از علمای شیخی ما آذربایجان میرزا شفیع تبریزی که ایشون هم از علمای شیخی مذهب آذری زبان بودند و ساکن در تبریز، بعد از اینکه درساشون رو در کربلا به اتمام رسونده بودند و به کرمانشاه آمده بودند، در اونجا با شیخ روبرو شدند و جو شخصیتی شیخ احمد اونها رو گرفتار کرد و علاقمند به مباحث شیخ شدند و در نهایت با اندیشه های شیخی به سرزمین های خودشون برگشتند و بنیاد شیخیه آذریه رو اینها بنا نهادند که به عنوان شیخیای آذربایجان سلسله و طریقتی رو آغاز کردند. شیخ احمد احسایی در پایان عمر رهسپار کربلا و نجف شد و برای زیارت عتبات و عالیات به کشور عراق مسافرت کرد، اما در کربلا با صحنه‌هایی مواجه شد که باعث شد شیخ کربلا رو ترک کنه و به سمت بصره حرکت بکنه. ایشون در کربلا و نجف دیگه اون علاقه و احترامی که مردم ایران برای ایشون قائل بودند رو دریافت نکرد. شیخ احمد احسایی در شهر کربلا و نجف مواجه شد با هجمه وسیعی که از سوی عالمان دین نسبت به او شد و او رو دائما تکفیر و طرد و لعن می‌کردند. شیخ احمد احسایی با این وضعیتی که براش در کربلا به وجود آمده بود و واسه دیدگاه‌های انحرافی که داشت مورد ترد و تکفیر و لعن علما قرار گرفت، فلذا با قلبی اندوهبار کربلا و نجف رو مجبور شد که ترک بکنه. شیخ احمد احسایی در کتاب شرح و زیاره حدیثی رو ذکر میکنه و روایتی رو نقل میکنه که در اون روایت خلیفه اول و دوم اهل سنت به نوعی کافر معرفی میشن و حتی عبارت علیه اللعنه رو همیشون در جلوی اسم خلیفه دوم ثبت میکنه و از داستان و روایتی که نقل میکنه نتیجه میگیره که خلیفه اول و دوم هر دو کافر بودند. این مطلب در نوشته شیخ احمد احسایی به دست
حاکم عثمانی میرسه. حاکم سنی مذهب عثمانی به شدت به خشم در میاد و به مردم کربلا حمله میکنه. این حمله ای که اتفاق میفته و این فشاری که در شهر کربلا به مردم وارد میشه، شیخ احمد احسائی رو ناچار میکنه که از کربلا و نجف خارج بشه، چرا که میدونه ماندن ایشون در کربلا به صلاحش نیست و ممکنه موجب مرگ او بشه. فلذا کربلا رو ترک میکنه در حالتی که عالمان و مردم کربلا نسبت به او به شدت بددین هستند و نسبت به او از اهانت‌های مختلف و اون هم مخصوصاً وقتی که تکفیری از سوی عالمی صورت بگیره، عوام و ناس برخوردهای تندتر و شدیدتری رو قطعاً انجام خواهند داد که برای شیخ احمد احسائی پذیرفتنی نبود. فلذا شیخ احمد ناچار شد شهر کربلا رو ترک بکنه. ایشون به سمت بصره حرکت کرد. در بصره هم با وقایعی مشابه اون چیزی که در کربلا براش به وجود آمده بود روبرو شد. به ناچار به سمت موطن خودش حرکت کرد و قبل از اون تلاش داشت که به بیت الله الحرام سفر بکنه و به مکه بره، اما در بین راه در منزلی به نام هدیه از دنیا رفت و جنازش رو به مدینه منوره حمل کردن و در گورستان بقیع قریب به مرقد مطهر حضرت رسول به خاک سپردن که بعدن هم آرامگاه این فرد در پی حمله وهابیون به بقیع با خاک یکسان شد و از بین رفت. شیخ احمد احسائی ادعاهای متفاوتی هم داشت، علاوه بر اینکه دیدگاه‌های خاصی داشت، ادعاهایی هم داشت. ایشون معتقد بود که علمش رو اکتسابی به دست نیاورده، حال اینکه اجازاتی از علما داره و سابقه تحصیل و شاگردی پیش علمای شیعه هم داره، اما ایشون معتقد بود که من علمم رو از اهل شام مختم و از ائمه طاهرین مشافهتا آموختم، که این خودش یک مسئله است که از ادعاهای شیخ. شیخ در علوم مختلف هم ادعای دانش میکرد. ایشون در علم حدیث مدعی بود که به مجرد رؤیت یک حدیث بدون اینکه بخواد به علم رجال یا علم درایت الحدیث متوسل بشه خواهد توانست صحت و سقم یک روایت رو تشخیص بده، که گاهی هم این ادعا برای او مشکل ساز میشد، از جمله اینکه یک بار مرحوم صاحب جواهر او رو مورد امتحان قرار داد و شیخ در این امتحان سرشکسته بیرون آمد و رسوای خاص و عام شد. نکته دیگری که در مورد شیخ مد نظر هست این است که برخی از علما مرحوم شیخ احمد احسائی رو به زهد و تقوا ستودند و او رو فردی عالم و با تقوا معرفی کردند، اما برخی دیگر او رو صرفاً یک عالم دانسته و برخی برعکس او رو صرفاً یک فرد زاهد. پس دیدگاه ها در مورد شیخ احمد احسائی متفاوته، اما اون چیزی که قابل توجه هست این است که ما معتقد هستیم شیخ احمد احسائی بهره ای از علم داشته، چرا که از نوشتجاتش پیداست، اما در برخی از علوم ایشون ادعا می کرده و دانش کافی رو نداشته. از جمله ایشون در علم حکمت و فلسفه ادعا دارد که آگاهی قابل قبولی داره، اما یک نظریه ای رو ایشون ارائه میده در باب اصالت وجود و ماهیت که این دیدگاه شیخ احمد احسائی کاملا عدم اطلاع و آگاهی او رو نسبت به علم حکمت و فلسفه نشون میده. فلاسفه بسیاری از فلاسفه معتقدند که اون چیزی که اصالت دارد وجود است. برخی دیگر از فلاسفه هم معتقدند که اون چیزی که اصالت دارد ماهیت است. اما شیخ احمد احسائی میاد و ادعا میکنه که وجود و ماهیت هر دو با هم اصالت دارند. مرحوم حاجی سبزواری در باب این دیدگاه میگه که تا کنون هیچ حکیمی چنین ادعایی نداشته که وجود و ماهیت رو با هم اصیل بداند. این ادعای شیخ احمد احسائی مبنی بر این که وجود و ماهیت هر دو با هم اصیل هستند موجب شد که
ثابت بشه شیخ احمد احسایی در این بخش از علم آگاهی کافی رو نداره و با توجه به ورود ایشون به این موضوع علمی ثابت میشه که در موضوعات علمی دیگری هم که ایشون ورود پیدا کردند به اصطلاح دانش کافی و لازم رو در اختیار نداشتن. ایشون در علم طب هم ادعاهایی داره، در علم هیئت و نجوم ادعاهایی داره، در ریاضیات و هندسه برای خودش دعایه هایی داره و در تلسمات و علوم قریبه رمز جفر و سلاب و سایر علوم ایشون ادعاهایی رو برای خودش قائل هست که بسیاری از عالمان دین نسبت به ایشون این دیدگاه رو ندارن. از جمله مرحوم ملا علی نوری از علمای بزرگ اصفهان که اتفاقا در مقطعی از زمان هم این حکیم فاضل از علاقمندان شیخ و حتی از مروجین شیخ به شمار می رفت و دیدگاه های شیخ رو هم ترویج و توجیه و تعویل می کرد، وقتی که شیخ احسایی به اصفهان آمد و در مجلس درس ایشون حضور پیدا کرد، مرحوم ملا علی نوری شیخ احمد احسایی رو به منبر درس فرستاد و درس رو به احترام ایشون به شیخ احمد احسایی واگذار کرد. شیخ احمد احسایی بعد از اینکه بر کرسی درس قرار گرفت و مطالبش رو در طی چند روز بیان کرد، شاگردان مرحوم ملا علی نوری برآشفتند و به استادشون اعتراض کردند که این فرد از بدیهیات علم حکمت هم اطلاع ندارد و این باعث شد که مرحوم ملا علی نوری نسبت به ایشون نظرش تغییر بکنه و این فرد رو فرد عالمی نداند و معرفی نکند. فلذا وقتی که پس از این ماجرا از ملا علی نوری در مورد شیخ احمد احسایی میپرسیدند که از نظر علم و دانش و شخصیت فردی چگونه است، میگفت مردی عامی ولی صافی ضمیر است، که ملا علی نوری هنوز هم بر زهد و تقوای مرحوم شیخ احمد اعتقاد داشت و ایشون رو فرد زاهدی میدانست. مرحوم حاجی سبزواری هم در رابطه با شیخ احمد احسایی چنین نظری رو داره. ایشون میگه که اگرچه علم او در برابر دانش علمای اصفهان نمودی پیدا نکرد، ولی ایشان مرد زاهد و با تقوای بوده. مرحوم سید جلال الدین آشتیانی از حکمای معاصر، ایشون معتقد است که شیخ احمد احسایی نه تنها زاهد نیست، بلکه مردی بسیار متملق و دنیا پرست و مرید بازه، که وقتی که از افق بلندتری به زندگی شیخ احمد احسایی نگریسته میشه و از بلندای تاریخ میایم و رفتار شناسی میکنیم شیخ احمد احسایی رو، متوجه میشیم که این فرد واقعاً همون دیدگاهی که مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در موردش داره دیدگاه درست و صحیح است و غیر قابل انکار که شیخ احسایی مردی است مرید باز و شخصیتی است دنیا طلب، چرا که در بسیاری از امورات رفتارهایی را از خودش بروز میده که قابل توجیه و تأویل نیست. از جمله ایشون در کرمانشاه زمانی قطعه از بهشت رو به حاکم کرمانشاه دولت شاه میفروشه و این چیزی است که هیچ گونه وجاهت شرعی نداره. حتی در کتاب‌های خود شیخی ها در رساله‌ای که عبدالرضا خان ابراهیمی بر مزدوران استعمار در واقع نگاشته، در اونجا ایشون میگه که این داستان فروش بهشت شاید چیزی بوده و مردم چیزهایی به او افزوده اند. قصه از این قرار است که دولت شاه حاکم کرمانشاه وقتی که آثار غم و حزن و اندوه رو در صورت شیخ میبینه، از او سوال میکنه که جناب شیخ چرا نگرانی؟ میگه که مبلغی مقروضم و به علت مقروض بودن و بدهکار بودن از نظر مالی در وضعیت مناسب